سلام و روز بخیر مجدد خدمت شما دوستان و همراهان گرامی برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس و همشاری های عزیزم در شهر کرمانشاه امروز با یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و میخوایم در مورد یه موضوع دیگه با شما صحبت بکنیم و اون موضوع چیزی نیست جز ایمپلانت های دندانی این کی از کجا شروع شده در واقع میتونیم قدمتش رو به 7000 سال قبل حتی در مصر باستان برگردونیم که انسان ها برای جایگزین کردن دندان های نهفته خودشون از قطعات صدف یا فلزات استفاده میکردن اما بنیاد این پلنت رو در واقع در قرن 20 در اواخر قرن 20 آقای پروفسور برنمارک گذاشت که پدیده رو مشاهده کرد که زمانی که فلز تایتانیوم رو در ران خرگوش قرارداد مشاهده کرد که سلول های استخوانی به طرف اون اومدن و باهاش پیوند برقرار کردن و پدیده‌ای به نام اوسوی اتفاق افتاده و از اونجا بود که ایده کاشت دندون به روش ایمپلنت در ذهن بشر جرقه زد و تا امروز انواع و اقسام روش ها و مدل های مختلف انجام ایمپلنت رو شاهد اون هستیم اما اینکه ایمپلنت در واقع چیه یعنی اینکه ما هر زمانی که یک دندان رو از دست بدیم در واقع با جایگزین کردن قطعی فلز به شکل معمولا مارپیچی که ما اصطلاحا بهش فیکسچر میگیم و کاشتمون به روش جراحی در داخل فک میتونیم دندان رو جایگزین بکنیم به این صورت که اون قطعه فیکسچر یا پیچ به زبان ساده در داخل استخوان کاملا محکم و سفت میشه و ما میتونیم یه پروتز رو برای اون قرار بدیم در واقع اگه من میخوام به یه روش خیلی ساده و خودمونی موضوع رو برای شما توضیح بدم زمانی که ما یه دندان رو مثل اینجا از دست دادیم با کاشت این قطعه که ما اصلا گفتم بهش فیکسچر میگیم در داخل استخوان کار ایمپلنت رو آغاز میکنیم این قطعه یا فیکسچر که حالت معمولا پیچمانند داره در داخل استخوان قرار میگیره و سلول های استخوانی میان با این ارتباط برقرار میکنن محکم میشه و دیگه یه استحکام بسیار بالی رو در داخل استخوان پیدا میکنه و در مراحل بعدی ما یه قطعه دیگه به نام اباتمنت یا پایه رو بر روی این ایمپلنت سوار خواهیم کرد و مابقی ماجرا دقیقا مثل یک روکش کاملا معمولی خواهد بود که بر روی این قرار میگیره و ما در اینجا یه دندون رو داریم البته در واقع ماجرا به این سادگی ها هم نیست اما اصول کلیش همین چیزی که من اینجا به شما نشون دادم و در واقع از این پلانت میتونیم برای جایگزین کردن دندان ها حتی در افرادی که دندان های خودشون رو به طور کامل از دست دادن یا افرادی که از دندان های مصنوعی استفاده میکنند بهره ببریم کاربرد این ها حتی میتونه در مورد پروتز گوش، پروتز های یعنی پروتز صورت مورد استفاده قرار بگیره اما عموم استفاده اون در دندان پزشکی و جایگزین کردن دندان های از دست رفته هست. اینکه شما میتونید از این پلنت بهره ببرین یا نه حتما حتما باید با دندان پزشکین رو مطرح بکنید. اما اگر شما فردی هستین که دندان رو به تازگی از دست دادین شانس بهتری برای داشتن یک این محکم رو خواهید داشت چرا که مسئله مهم در مورد این پلنت یک کیفیت استخوانی خیلی خوب هستش خب اما بعضی افراد دچار بیماری های مثل دیابت هستند در واقع دیابت یا قند خون یکی از اون مواردی هستش که در مورد کاشت این پلنت میتونه مشکل ساز بشه بنابراین اگر شما قند خون دارید باید قند خونتون کاملا تحت کنترل قرار بگیره و حتما حتما زیر نظر پزشک باشید این که ما میتونیم برای شما این پلنت رو انجام بدیم یا نه باید بررسی بشه و در بعضی موارد حتی برای افرادی که دیابتی هم هستن تحت شرایط خاصی میشه ایمپلنت رو انجام داد همچنین یکی دیگه از مواردی که میتونه ایمپلنت شما رو مورد مخاطره قرار بده عدم رعایت بهداشت دهان و همچنین مصرف دخانیات هستش که در مورد ایمپلنت باید در این موارد بسیار بسیار با احتیاط برخورد بشه در کل ایمپلنت درمان بسیار خوبیه و در حال حاضر واقعا از این بهتر در دنیای دندان پزشکی برای جایگزین کردن دندانی که از دست رفتن نداریم ولی خب باید تحت شرایط خاصی انجام بشه و حتما پزشکی که این کار انجام میده مهارت کافی رو در انجامش داشته باشه اما میتونم این قول رو بهتون بدم که اگر یک اینپلنت درست انجام بشه سالیان سال میتونه برای شما کار بکنه و بدون هیچ مشکلی میتونید ازش استفاده بکنید امیدوارم که این برنامه رو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشه به سوالات شما جواب بده از همه شما به خاطر وقتی که گذاشتید تشکر میکنم و همه شما رو تا برنامه بعد و روز روزگاری دیگر به خدای بزرگ می سپارم